سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم آقا من دارم اقلیم کردستان رو مورد هدف قرار میدم آلبانی ترسیده داره شما چرا نگران شما یه غلطی کردی شما کاری کردی او یادم افتاد یه پایگاهی در کشور شما هست که من فریاد می زدم می گفتم تو به کسانی جا دادی که 17 هزار ایرانی نه خیلی بیشتر از اینها رو در طول این سالها کشن به چه این کاری کردی؟ با کجا هماهنگ کردی؟ چرا اون زمانی که علیه کشور من عملیات حکری انجام شد و اینها گردن گرفتن شما اون موقع ساکت بودی اون موقع یادت نیفتاد که از داخل خاچ سرزمینی تو یک نفر داره عملیات هکری علیه کشور من گردن میگیره الان یادت افتاده که نگران باشی درسته دوستان عزیز آن کسانی که در آلبانی هستن مقامات این کشور به شدت وحشت زدن چون ایران هم به صراحت داره صداهایی در شنیده میشه این صداها میگه که آقا شما وزارت اطلاعات تکلیف تو روشن کن یا داری راست میگی یا داری دروغ میگی تو اعلام کردی گفتی که بیش از 50 60 نفر نیروی سازمان منافقینی تو این درگیری ها گرفتم اینا کجا بولن شده اومدن میداندارهای درگیری ها که به قول شما سازمان منافقینی هستن عقبشون کجا سو آلبانیه باید تنبیه بشن یا نه اقلیم کردستان مورد هدف قرار گرفته آیا آلبانی لازم هست گوشمالی داده بشه یا نه حالا من این یه چیزی هم داخل بعد وقت میگم آلبانی بعضی که آقا کسی جرئت نمیکنه به اینو حمله کنه اینها نمیدونم تحت امر ناتو و نمیدونم این چرت و پرتا ناتو کجای داستان عزیز ناتو گندش همونیه که عین الاسدش رو با موشک زدیم دیگه از این گنده تر اگر داره بگید من در جریان باشم نه ایران اگر اراده بکنه و اگر احساس بکنه که ضروری هست کاری انجام بده آمریکای در عین الاسد که باشی مورد حرف قرار میده اینکه تحت پوشش چه کسانی هست و چه کسی حمایت میکنن دیگه در اولویت نیست و اینم داخل پنتس خدمت شما عرض میکنم اینا اگر کاری میخواستن انجام بدن برای اوکراین انجام میدادن آلبانی که اصلا در معادلات نیست بریم فضا رو با همدیگه بررسی کنیم پهپادهای ایران زمانی که در آسمان اقلیم کردستان دیده میشن و زمانی که در آسمان اوکراین دیده میشن یواش صداهایی به لرزش در میاد خب در ماجرای اقلیم کردستان شاهکار پهپادهای ایران به خصوص های ایران رو به طور کامل دیدیم من به یاری خدا یک برنامه مفصل فردا در همین خصوص به شما ارائه خواهم داد در اوکراین ماجرا کمی متفاوت در در اوکراین پهپادهای ایران آنچنان شاهکاری از خودشون به نمایش در میارن که بعضی ها به سراحت اعلام میکنن به سراحت این رو اعلام میکنن که ظاهرا این پهپادها از یک تکنولوژی پیشرفته برخوردار هست که اون تکنولوژی داره کمک میکنه که قابلیت شناسایی این پهپاد بیاد پایین چیه ببینید اینجا داره از پایین آمدن قابلیت شناسایی پهبادی صحبت میشه که تو داری میبینیش فهمین چی شد میگه من توی فضا دارم میبینمش ولی این نمیدونم به چه شکلی قابلیت شناسایی آورده پایین از طریق سامانه و دوشبرتا و امثال اینها وقتی میخوام بزنم امکان مورد هدف قرار دادنش کمه حالا اخیرا یکی از اینا اثر نظر کرد و گفته بود که ما پهبات ایران رو در آسمان می‌بینیم، نمیتونیم بزنیم نمیتونیم راستن چیه دقیقا همینه ببین عمده کسانی که این روزها فضا هستن دارن عظمت و توان پهبادهای ایران رو از اوکراین تا اقلیم کردستان به خوبی مشاهده میکنن همین فضا و آن چیزی که داریم میبینیم باعث شده که عده ای از دشمنان وطن در جایی به نام آلبانی به شدت وحشت زده بشن اخیرا وزارت اطلاعات بیانیه صادر کرده در این بیانیه اشاره کرده به نقش گروهک تروریستی منافقین همین باعث شده که اینها به طور جدی به این سوال فکر بکنن که آیا ممکن هست ایران این کار رو انجام بده و هایی رو به سمت آلبانی به پرواز در بیاره یک مصاحبه در همین خصوص در رسانه ها منتشر شده به فضای فارسی زبان هم پای این مصاحبه کشیده شده به نقل از یکی از مقامات آلبانی این رو منتشر کردن در متن این مصاحبه که به نقل از نخست وزیر آلبانی هست به سراحت بر این تاکید شده که ما صرفاً به خاطر اینکه مجاهدین خلق جانشون در امان باشه به اینها جا دادیم نه از اقدامات سیاسیشون حمایت میکنیم و نه در کنار اینها هستیم دقت این چی شد ذهن یه سری ها تازه داره باز میشه وقتی صدای پهبات ها شنیده میشه وقتی موشک های شما به قرش در میاد یه سری تازه دارن میفهمن که نه باید سریح اصلا نظر بکنن اینکه یک نفری در سرزمین آنها باشد جنایت بکنند. در داخل سرزمین دیگر شرارت به خرج بدهد و این سرزمین بخواد قصر در بره از قبال کارهای اونها همچین چیزی شدنی نیست خب آلبانی الان به شدت وحشت زده داره اعلام موضع میکنه پیرامون این که نه من با کارهایی که اینا میکنم موافق نیستم کارهای اینا رو هم محکوم میکنم و کارهای اینها رو هم به پایمان ننویسیم با وجود همه اینها ایران به طور سریح نکاتی رو گفته که آنهایی که در آلبانی هستن خیلی ویژه تر شاخکاشون تیز شده و از بابت اینکه ممکن هست ایران برخورد قاطعی به خرج بده وحشت زده شدن بسیاری اشاره کردن به خبری که روزنامه رسمی دولت ایران منتشر شده اشاره کردن به اینکه خب این اردان رسمی دولته رسما وابسته به دولت جمهوری اسلامی وقتی همچین چیزی رو منتشر میکنه یعنی میشه برداشت کرد که ایران ممکن هست ضرباتی رو تصمیم گرفته باشه به یک گروهک تروریستی از جای فرامنطقه وارد بکنه من بخشی از خبر روزنامه ایران که به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته رو میخوام برای شما بخونم متن خبر از این قرار هست که از جهت حقوق بین الملل وقتی به صورت واضح امنیت کشور دیگر توسط یک گروه تروریستی مورد تعرض قرار میگیرد و این گروهک تروریستی به صورت آشکار به اقدامات خود اعتراف میکند آن کشور به صورت مشروع اجازه پیدا میکند که مقر و اعضای آن گروه تروریستی را مورد هدف قرار دهد دقیقا همانند آنچه که در اقلیم شمال عراق علیه گروه های تروریستی مستقر در اقلیم یا علیه داعش در سوریه اتفاق افتاده است در ادامه این گزارش به این اشاره کرده که به بیان دیگر اقدامات تروریستی گروهک منافقین این حق را به ایران میدهد که جمهوری اسلامی مقرران رو مورد هدف قرار دهد آقا یک گروهی رو در کشور خود جا دادی اصلا انگار نه انگار اینو دارن چه غلطی در کشورت میکنن همین اخیرا توی سازمان و منافقین یک نفری که این اصلا اصالتا اهل آلبانی بوده و از نیروهای خدماتی بوده رفته داخل این کمپ و خبری بعدن در اصلا منتشر شده که این آدم اونجا به شکل دلخراشی مرده این مرگ به چه شکلی بوده این آدم اصلا چرا این بلا سرش اومده ببین یک نقطه ای هست وسط این کشورین این حکومت اصلا باش کاری نداره این هر غلطی دلش میخواد داره میکنه و گردنم میگیره این خیلی جالبه یعنی با پر روی تمام میاد میگه آره من این کارو کردم عملیات هکری انجام شده علیه ایران باشه من گردن میگیرم هیچ مشکلی نداره یک انفجاری انجام شده در فلان نقطه من گردن میگیرم عزیز من گردنت خیلی سنگین میشه ها من برای خودتون نگران هستم دهه 60 که نیست یه چیزی یهودی 40 سال گذشته شما دیگه الان سنی ازتون گذشته همین که بتونید روی اون یه خورده با انگشتاتون دوور برید فکر میکنم هنر انجام بدید گردنتون درد می‌گیره همه چیز رو گردن می‌گیری اینجوری بخوایم بریم جلو ایران مجبور میشه به شیوه دیگری بازی بکنه خب ایران داره یه کاری رو انجام میده لازم هست تعارف و کنار بذاریم کمی سریعتر صحبت کنیم ایران داره دو تا مسئله رو به شکل دقیقی روی کاغذ میاره یک قوانین بین المللی چه اجازه به من میده دو بر اساس حقوق بین الملل من تا چه سطحی اختیارات دارم میتونم چیکار انجام بدم سه به لحاظ غذایی این ماجرا رو به چه شکلی باید دو دو تا چهار تاشو رو آماده بکنم آقا یک کشوریه خاکش در اختیار یکی دیگه است اون داره شرارت میکنه دنیا حواسش هست سازمان ملل حواسش هست همه قوانین و قواعد بین المللی میگه اگر همچین چیزی رخ داد و کسی جنایت کرد از داخل خاک کشوری علیه کشور دیگر اون کشور اول هم کاری با جنایت جنایتکارها نداشت و جنایتکارها با افتخار گردن گرفتن اینجا شما اجازه داری به شیوه خودت به این ماجرا پاسخ بدی ایران برای پاسخ دادن به گروه کر که آلبانی هستن حرفایی رو سریح مطرح کرده آقا شواهدی هم هست که نشون بده این اتفاق داره میفته بله حملات سایبری که به زیر ساخته آلبانی اتفاق افتاد حملات سایبری که آلبانی فریادش در اومد آقا چرا داره رخ میده داره رخ میده چون اون روزی که اینها در خاک سرزمین تو عملیات هکری علیه من رو گردن گرفتن که من بر این باورم کار اینا نبوده که سه دیگه انجام داد انداخ کردن اینها اون روزی که اینها گردن گرفتن تو جرئت به خرج ندادی که محکوم بکنی تو فریاد نزدی بگی به خدا ربطی نداره خب پس ما اونجا فهمیدیم که لازم هست هزینه به کسانی که میزبان هستن تحمیل بشه در قبال جنایت های منافقین و افتخارشون به حضور در عملیات های اخیر و مصداتی که وجود داره که نشون میده که آنها در حال ایفای نقش در میدان هستن و با در نظر گرفتن همه شواهد ایران این انگیزه این توان و این آمادگی رو داره برای اینکه سایه پهبادهای خودش رو در جایی به نام آلبانی به نمایش شر بیاره و از ظرفیت این پهبادها علیه دشمنان و وطن استفاده بکنه. با توجه به اینکه امروز در برخی محافل در ایران همین ماجرا از جنبه قوانین بین المللی و قواعد غذایی داره مورد بررسی قرار میگیره و با توجه به اینکه رسانه های رسمی ایران این روستا دارن پیرامون همین قضیه صحبت میکنن و با توجه به اینکه مقامات آلبانی به شدت وحشت زده هستن و دارن اعلام برائت میکنن از نیروهای که تروریستی منافقین لشکر فارسی زبان صدام باید منتظر باشیم ببینیم که در آینده پیشرو چه چیزی در انتظار این گروه هک تروریستی خواهد بود من طولانی ترش نمی کنم صرفا میخوام یک نکته رو به دوستان خودم یادآوری بکنم خدا رو شاکر هستم که به شدت این روزها همه آگاه شدن رفقای ملی گرای من بعضی از دوستان که اینا اصلا هیچ سنخیتی با مسئله این مذهب ندارن هیچ سنخیتی با خانم هاشون با مسئله حجاب و چیزای این شکلی ندارن اصلا مشخصه که اعتقادی به این داستان ها ندارن خیلی واضح این روزها در حمایت از وطن اعلام موزه کردن جایی که خیلی ها جا زدن جایی که خیلی ها به دیوار خوردن جایی که خیلی ها مردود شدند خیلی های دیگر ساکت شدند اینها تمام قد کنار وطن ایستادند دوستان مذهبی ما خیلی هاشون تمام قد کناره وطن ایستادن رفقای انقلابی ما من نگاه میکنم در کنار خانم های بی حجابی که معمولا عکسشون خیلی مورد بحث قرار میگیره اون کسانی که هیچ وقت در روی عکسشون صحبت نمیشه هیچ وقت اصلا هیچ کس بهشون نمیپرسه انگار وظیفه شون تو فضا خانم های با هجابن. اونها همین مدت در حمایت از وطن در کنار پرچم ایران تمام قد بودن من به اسم اینها اشاره کردم به خاطر اینکه ببین شما اگر یک نفری باشی غیر مذهبی باشی توی ایران همه جا میخوان بودجه صرف کنن برای اینکه تو رو جذب کنن میگن یه کاری بکنیم این در کنار پرچم باشه ولی این قشن مذهبی که دارم پیرامونشون صحبت میکنم هم دارن یه سره فحش میخورن هم دارن یه سره تمسخر میبینن هم دارن یه سره مورد حجمه قرار میگیرن هم کسی اصلا به اینها توجه نمیکنه یعنی شما یه ارگان نمیبینی بودجه خرج کرده باشه برای اینکه اینا رو جذب کنه انگار اینا وظیفه‌شون کنار وطن باشن انگار اینها وظیفه‌شون زایده شدن برای در کنار وطن بودن هیچ کسی نیست به دادش دمت گرم و اگه مثلا فردا روزی ما به خودمون بیایم ببینیم توی انقلابی کنار وطن نیستی ترسناکه نه انگار همه وظیفه اینها میدونن به خاطر همین من اسمین اسم این عزیزان اشاره کردم افتخار میکنم همه رفقام اصلا یک مدل رنگین کمانی از انسان های مختلف با رنگ ها و تفکرات و آین های مختلف دیروز یک رفیق پیام داده بود ایشون مسیحی بود جنس پیام ها که گروه گذاشته بود خیلی زیبا بود یعنی مشخص بود که یک ذهن خیلی باز یک ذهن خیلی پویا داره این فضا رو میبینه ببین بعضی از رفقای من فهمیدن که بازی و آن چیزی که داریم میبینیم از چهار تا دعوای ساده پیرامون یک مسئله اجتماعی فراتره من نمیخوام بگم از اینها فراتر رفته ها چون بر این باورم که از اول فراتر بوده مسئله ای که رخ داد اصلا با اسبانیش تجزیه طلب ها بودن خیلی حرفا رو الان صریح نمیشه زد الان افکار عمومی کششش رو نداره پذیرشش رو نمیتونه داشته باشه من بخشش رو دارم مستندش رو به شما ارائه میدم امیدم به این هست که فکر بکنید به چیزایی که به شما ارائه میدم فکر بکنید و دوستان من این رو صریح باید یادآوری بکنم ببین یقین بدون این داستان تکرار میشه در وطن شما یقین بدون یک موج مشابه چون بعضی فکر میکنن که مثلا این اتفاقی که الان داره رخ میده دیگه در ایران نخواهد بود شما مطمئن باشید که یک موج مشابه یک ماه دیگه دو ماه دیگه به بهانه کولبر به بهانه سوخت بر به بهانه سد معوری یا شاید به بهانه همین مسئله شما دوباره در وطن ما به وجود بیارن. چرا چون آنها فهمیدن که در ایران ادعی ای هستن به نام سلبریتی ها این سلبریتی ها رو فوری میتونی انگولکشون بکنی به خدا کار پیچیده ای نیست این مدیریت کامنتی افراد کار پیچیده ای نیست بعضی فکر میکنن که مثلا من دارم از چه فرایندی صحبت میکنم بابا 50 تا اکانت به کار پای پیج یه نفر تو دایرکت هم 4 نفر برم به اسم رفیق باش هماهنگ بشن تو قشنگ میتونی به این سر و شکل بدی یک ابلهی مثل پرویز پرستویی که امروز از تهوا آورترین آدمایی که من در عمر خودم دیدم که میاد از تجزیه طلب دفاع میکنه دیروز جرئت کرده بیاد بگه چرا میکشید تجزیه طلبن بی شرف طرف نکشم چه غلطی باید بکنم کف این مملکت خودش اعلام کرده تجزیه طلبه تو زاهدان اعلام کرده تجزیه طلب پشت این داستان بوده تو میای اعلام میکنی که چرا میکشین دهنشو خورد میکنه اون کسی که در از اینا بخواد پست بزنه و پیج به روز بکنه و تو فریاد میزنی میگی چرا میکشین اینا تجزیه طلبه رسما اعلام کرده تجزیه طلبه وطن رو تنها بذارم که چیکار بکنن میدان رو به دست بگیرن کشور تکه تکه بکنن تو یه پلشت سلبریتی پاسخ بدی تو به کسی پاسخگو هستی تو در که بازی کردی پاسخگو نیستی تو بعضی از اینها به بهای یک ریالی که به تو پرداخت بکنن کسافت روی تصویر به نمایش در تو در قبال پلشی خودت پاسخگو نیستی تو فردا پاسخ میدی در قبال وطن چقدر کثیف هستید شماها دوستان هوشیار باشین در قبال این زالوها هوشیار باشین زالوهای سلبریتی کشور رو به سمت نابودی خواهند برد من اخیرا دیدم یکی دو تا از اینها اومدن اعلام کردن گفتن هوشیار میدیم مردم حواسشون باشه کشور به سمت تزیه نره شید بابا شما کثافتا رو دیگه کسی باور نمیکنه شما آشغال ها رو کسی باور نمیکنه شما هر طرف که برید منفورید معنا زفشار بلند شده رفته دیگه این فوشی نبود که به که میاد دهن کجی نبود که توییت نکنه رفته اونجا لجن مالش کردن چرا چون وسط بازی میکنید عزیزان کنار پرچمتون بیاید وایسید کنار پرچمتون بیاید وایسید و من سریع عرض میکنم آقایانی که دارید این فایل صوتی رو گوش میدید خانم هایی که دارید گوش میدید حاکمان کشور خودتان را وادار بکنید که اینها رو پاسخگو بکنن این جماعت بیشرف بی شرف بی آبروی پلشت منفور کسافت که من و شما کمک کردیم معروف شون امروز اگر لازم باشه تجزیه و کف این مملکت دیدیم پرویز پرسوی دیروز پست فرستاده اومده حمایت کرده آقای پرسوی شرافت داری الان عسقایی بکنی تجدید طلبوا رسما اعلام کردن گفتن ما پشت قضیه زاهدان بودیم عسقایی میکنی از اینکه کلی بازی در آورده بودی چرا میکشید چرا دارید میکشید من بعید میدونم عسقایی بکنم ببینید چرا چون پیشورز من این هست که سلبریتی ها بی شرافت پیش این هست که سلبریتی ها جماعت کسیفی هستند که ثانیه شماری میکنن وطن رو ببرن به سمت نابودی اگر امروز دی در میدان هستند دارن با تجزیه طلب ها برخورد میکنن شمای فعال رسانه ای شمای کاربر شبکه اجتماعی اگر حکومتت تو وادار به برخورد با سلبریتی ها نکنی اگر سلبریتی هایی که در این بحران نقش داشتن هر کدوم 15 سال 20 سال به زندان نیفتن به وطن خیانت شده پنج روز دیگه دوباره همین موجهای مسخره که گفتم رو با کمک سلبریتی ها داغ میکنن تو آمریکا براشون همین چند روز یه پلیسی زده یه نفری رو با چند ده گلوله کشه کسی اصلا تو اون جامعه جرئت نمیکنه تو این قضیه ورود بکنه در صورتی که رسما جنایت رقم خورده تو ایران همین الان یه دونه اتفاق کوچیک میفته ساده میگم یه صد معبری دستش به یکی بخوره بازم میگم چون ما 80 میلیون نفریم همه رو که نمیتونی کنترل بکنی سلبریتی های تو این مسئله ساده رو به بحران ملی تبدیل خواهند کرد آقا یا یعنی مسئول اگر امروز در دهان سلبریتی ها زده نشه فردا روز دوباره همین داستان تکرار خواهد شد طولانی ترش نمی فهمی فکر کنم تا همینجا کافی باشه اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر